أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر إسلامي مؤمنين خدا از آن جمله مردم شریفی اسفر زمین یک مردمی بنانگ و ناموس، مردمی خدا داد و خدا جو، مردمی که همیشه از نان و نمکاتون خوردیم، از نان و نمکاتون منفعت بردیم، از اخلاقاتون منفعت بردیم، همیشه بخشی خداوند همیشه آیلهاتون آیلههای مستحکم، خانداناتون خانداناتون قوی، گذشتهاتون رحمت و مغفرت، پیشگاه کاراتون کشاده، توی این برادر مبارک، در دامن فرزند و این کلینی که در این خاندان کلین شده می بیاین فرزندای فرمان بردار و خدمت کننده جمعیت و اسلام نصیب روزی کنند. پروردگار از وسوسه جن و شیطان نگهبانشان باشند، عاقبت و خیری در این خاندان بیاره، از آن جمله ایمانی به سلامت خدا برای ما و شما نصیب کنند. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت خیر الفاتحین. آمین آمین یا رب العالمین. اکنون برای فرزند سالم ای نقطه نظر قرآن چی در کنه؟ همه ما و شما دوست می داریم خوراکی پاکه، دسترخوانی پاکه، کرپچه پاکه، خونه پاکه، طبق پاکه، لباسی پاکه، ماشینی پاکه، همه چیزی پاکه دوست می دارم. اما یک مراتب فکر کنیم که فرزند پاک چی؟ پاک چیست؟ پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام می بیاین و میگن حضرت ما می خواهیم که صاحب فرزندای طیب شویم. طیب پاکی را میگن. ما می خواهیم که صاحب فرزندای طیب شویم. ذریتان طیبتان. ما می خواهیم که صاحب ذریه پاک شویم. چیکار کنیم؟ حضرت میگه حلقتون را تازه کنید. حلق در چی سبب داره این؟ حتی فرزندی پاک. حلق که تازه شوه گو نطفه تازه می شوه. نطفه که تازه شوه گو همون گفتگیاتون به دنیا می بیو. یعنی برای مردها ای زمان مجردی باید فکر کنن که ولی زن ندارن باید فکر کنن که چی لقمه کدام لقمه دهنی ما می درویا. انای همون فرزندی ما بنیاد می شوه. حضور حضرت حسن بصری در وقت صحبت میکنم مردم برابر دی امر معروفش گپ زده استای. صحبت میکنم مردم برابر دی امر معروفش هر کار در چقش دستای. میگن ای حضرت چرا شما گپ میزنی همینو گوش نمیکنن؟ چرا شما گپ میزنی اینو گوش نمیکنن؟ سبب گوش نکردن این مردم چیه؟ حضرت میگن سرشون رو بلند میکنن میگه لقمه حرام. میگه چی با؟ میگه لقمه حرام قلب سخت میکنه. گب نمیدرو خیلی قلب دار. وقتی آدم حرام میخورده است برای وای گپی حق تأثیر نمیکرده. گپی حق برای او گپی خدا رنگ اوسانه میتوفته است. برای همین برابر دیگه گپی بزرگ علما گب زدن میگرفته است. این ریشش ای لقمه حرام بوده است. گو مردم وقتی به حرام که رو بیارن قلب سخت میشه وای گب نمیدرو دیگه قلب دار. گوش داره نمیشنوه. بینی داره بوی حلال نمیکشه. چشم داره حق نمیبینه. زبان داره حق نمیگه. ریشش ای لقمه حرام بوده است. یکی از سبب های فرزند پاک صاحب شدن آدم باید خوردنش احتیاط شود. در حضور حضرت امام ابو حنیفه یا مرد میبیو حضرت میپرسه که وظیفه چیه؟ میگه من ریشتکه ساز میکنم. میگه برای چی؟ گفته برای درو تریزه که دز ندرویا. گفته برای درو تریزه که ریشتکه ساز کنی دز ندرویا که احتیاط میکنی. یگان بار برای ایمان در تریزش ریشتکه ساز کردی؟ و حیرون میشه میگه چخیل؟ آخه گفته مسلمانی؟ گفته ها. گفته یگان بار فکر کردی که ایمان هم در تریزه داره؟ هوای دیگه ریشتکه نموندی که هوای دم بود دز ندرویا. گفته حضرت روشنتر مو که نفهمیدیم. گفته وقتی خواهی که ایمان و ریشتکه داشته باشه تریزه و درش هرچی نخور، هرچی نگو، هرچی را بو نکش، هرچی را نبین، همی را که میبینی و بو میکشی میخری ای را نغزان که ایمان تا دزیدن میگیرم. حضرت امام شافعی در زمان طلبه بودنشان در مدرسه میخونده است. به درجه بزرگ بوده است که
حقتی که کتاب میخونده ای بر کتاب حضرت و یک دستمالچه بجو میکرده که چشمش در ای بر نغلطه. ای بر اگر در کجای چشمش میغلطه همچنان عزیز میکرده است. امخه با درجه بزرگ داده امام شافعی. ای بری ورقه با دستمالچهش بجو میکرده با ای بر میخونده که عزیز چه با ای بر روی میکرده است. اگر ای بر روی کنه ای بر با ای بر عزیز میشه الدرش میشه عزیز کردنش. امغه بزرگ بودن یک روز میگه نشسته از یاد کتاب داشت که ترقص پوم برو با همین مهرین مدرسه کلش بیرون میکنه که یک زن قدم زده رفته است. در صدای کفشای همون زن تماشا میکنه، هر بار زن قدم میزد میگه همون پوچه ازارش بالا میشد، ای بجول بالا همون ساق سفید زن میگه میدیدیم اون شافعی دو بار سه بار گفت پای همون زن دیدم، گفت 13 سال خدا برکت علم من گرفت. ولی ما شکر کنیم که در بین این عالم فساد میگردیم با نماز میخونیم. خیلی امتی پیغمبر و آخر زمان در خدا امتحان میکنه، با شکر که خدا ما را قوی کرده. حضرت امام شافعی را بینه که با یک دیدن 13 سال برکت دل گم شد، میگه خوندگیم در کلام نمیدرم دیگه. امروز همه جا را ما هوی میکنیم قریب فساد های. با هزار با شکر که خدا ما را اهل نماز جمعه کرده گیه. با ما خدا رو میشناسیم، رسول رو میشناسیم، این توفیق الهی است. همون قدر امتحان زیاد شوه، همون قدر بلاها زیاد شوه، آدم میپزه. اون زمان در میکنی این چیان نبود، با یک پشنه، با یک اندکار بین چخل شد. این زمان در فتنه ما شکر میکنیم که با خدا ما در برکت ایمان داده گیه، برکت علم داده گیه، با دعوت ها داده گیه، هزار با شکر. تازگی چیزی بزرگ های، پاکی چیزی بزرگ های. اولین چیزی که فرزند پاک برای ما به دنیا می اومدن این لقمه پاک بودن، حیات و فعالیت مادر امام ابو حنیفه را قدی پدر را چند بار گوش کردیم برای گزیدن سی. همون می دونیم ها ایلوی او یا سی و گزید رب باغبان یوف. از وای چخلی فرزند به دنیا اومد، سراجن امتی، چراغ امت به دنیا اومد. یعنی می خواهی که چراغ به دنیا بیاید، رنگ پدر امام ابو حنیفه را فکر کرد، چخلی زنگ گرفت، چخلی کلان کرد. میدونم دنیا پیش می روه، میدونم دنیا کلان شد، میدونم به حد آسایشتگی آرامیش کلان شد، ما میدونم چقدر اختراعات انا همینجا ایمان معلوم می شود، انا همینجا در معلوم می شود ایمان، یا در سختی ها یا در کشادی ها. پاکی چیزی خوب های. دویم، هر انسانی که قرآن صراحتا بیان میکنه که وظیفه این خدا و رسول چی های؟ لَنَجْعَلَنَّهُ تا اینکه شما را گردانن الى حیاتیم طیبتیم. این خدا و پیغمبر آم برای چی؟ این خدا و پیغمبر ضروره برای شما. این پیغمبر آمده که شما را به سوی حیات پاک بیاره. وظیفه پیغمبر آنمی بده که ما را به سوی حیات پاک بیاره. و من در چی در کورای؟ این قدر یراق و اسلحه و زود و فابریکا یراق، اما دختری من در 15 سالگی به کارت ندارم. من در چی در کورای همی خیلی پیش روی؟ همه تو نغز میدونی. نخواه که من در یراق و اسلحه و بمبه های هسته‌ای باشه، تمام چیز دنیا باشه و در 14 سالگی دختری من پنبک به کارت چه دست داده نموز شد. اینا نغز میدونی. تمامی مسیحیت و جمعیه. همیه پیش روی. همیه ناموز. و ما در هیچی در کار نیست. لیکن ما در فرزندان پاک باشن، باید تازه باشن، با آبروی محمدی رفته شوهر کنن، با آبروی محمدی گودک دار شوند. هیچی نبود همه زمانی شوروی، همه پدر و مادر در ازر یاد دیوال 10 گودک کلون کردن، همش فقیر بودن، لیکن همش ناموس داشتن، همش آر داشتن، همش عزت داشتن. عادی عادی کمپیر مصفیدو بودن، لیکن 10 کلینو 10 دختر جواب دادن خرید، یگون تاشه طلاق ندادن، یگون تاشه بیرون نکردن. چرا؟ برای اون که اونها حیاتین طیبتین، زندگی پاک دوست داشتن. حوزی اگر همینجا همین قدر دسترخوان پاکیزگی های همینجا هم دسترخوان، یک مگز یک شوربا رو رسوا میکنه، یک پشه یک پشه در داخل هم کاسی شوربا افته، اغلبیت او برمیمونه. اگر موی سر یابن اغلبیت هم کاسه رو برمیمونه، نمیخورون میگه چی با کاسه نپاک های. امروز در زندگی ما نپاکی ها در ایمان ما زیاد میبیاد. باید ما چخلی که مگس کاسه شوربا را به خاطر مگس یک نیم میمانیم، باید کوشش کنیم که به خاطر بسیاری کارو از بحرش گذاریم که به ایمان نشویم. ایمان ما رسوانه شود، توفیق ما رسوانه شود، فرزندداری ما رسوانه شود، دخترداری ما رسوانه شود. برای همین ایران میگن حیات پاک، زندگی پاک، زندگی تازه،
چکار کنیم که فرزندای پاک به دنیا بیایند؟ یکمین چیزی که الله جل و علا شانو در قرآن در سوره آل عمران میبیاره که داستان مریم مادر مونای چی گونه مریم به دنیا میبیاید برای ما و شما وصف میشود، حنه مادرمون مادر مریم بود است. در زیاده از 70 سالگیش مریم باردار میشن، پدرشان عمران بوده، امام مسجدی بیت المقدس بود است. حنه مادرمون وقتی حامله دار میشوند، در همون حالتی که حامله دار شدنش دست به سوی آسمان میبرداره و دعا میکنه که پروردگارا اگر همین فرزندی من به دنیا بیاری سر بچه باشه، من خدمتگار مسجد قدس شریفش میکنم. نمیان که مادر در بطن بچه نمیبرداره و نرز میکنه، اولین بنده خدا در زمین فرزندش نرز دین خدا کرده ای زنه مادر مریم. من کدام مامان زنامون حامله داره چی نرز کرده میشه؟ همون روز به دنیا میبه که دخترک میگه ای مگه خدا اومه دیگه بود مقصدی من این دختره ای اخی این نمیشوه این نمیشوه اخی این دختره ای این کوچه تو توقع گشتن نمیتونه. چی خیلی که ندای ملکوتی آسمان میبه مادر مریم او دختری را که تو میگی کو او دختر دختری عادی نیست، تمام مردهای دنیا را جمع کنه دای برابر نمیشوه و میگه در داخل این لطه میپیچونه شو و درون مسجد قدس میبیا و همین خیلی میمونه شو. میگه خدا من در رایت بخشیدم شو، بیت المقدس را میبیارم میبخشم. خوشا به حال انسان هایی که فرزنداشونه انمی خیلی فدا کنن در امی رقه خدا ای بچم من در شکم مادرت بودن تره نرز کردگیم، تو خدمتگار میشی برای جمعیت، تو خدمتگار میشی برای دهت، تو خدمتگار میشی برای رایونت، تو خدمتگار میشی، تو دختر میشی خدمت میکنی، تو معلم میشی خدمت میکنی، تو داملو میشی خدمت میکنی، یا خدمتی مسجد میکنی یا خدمتی جمعیت میکنی، باید ایت رحمت نامه شنو. اینه مادرمون مریم مادرشون کرده بیان، مادر رولی مهم بازی میکرده، مادر شوخی نیست، مادر شوخی نیست، همه را که به دنیا آورده مادر این چیز شوخی نیست. مادر نرز میکنه. دویومین چی ضروره چیه او؟ جناب پیغمبر گفت همه ای فرزندی آدم شیطان مولید قپید مگر مریم قطی فرزندش عیسی. چرا؟ و برای که مادرشون دخش دعا کرده بود است که دختری من مریم قطی نسلش ای شیطان نگهبان شد. دویومین چیزی که در رول فرزندی تازه رول بازی میکره این دعای صدقن مادر بوده. مادر اگر صدقن دعا تیه فرزند به همه قدرت ها میرسه، به همه قله ها میرسه. این دعای مادر های امام بخاری نگاه میکرده از گوگو گریه میکرده گریه میکرده میکنن چی را گریه میکنی؟ چی را گریه میکنی؟ امیر المومنینی در حدیث ده برای او گریه میکنم که بلاگردان ما گم کردم. که بلاگردانی تو؟ از مادرم شب میخستم که در بالای پوستکه که همین جای نماز شیش تایی نماز ده خسته دستکای پوچال عکس طرف آسمان برداشته چیزی گفته ای سای گریه داره، چیزی گفته ای سای گریه داره، دستای ضعیف و پوچال که او بسیار بلاها را ای سری من دور میکرد و یا امروز من گور کردم، من دعا کنو بلاگردان ما گم کردم. نالی بسیاری ها چه را گم کردیم و زیخ میشیم و خدا زیخ میشیم، دیگه فایده نداره گریه کردن، دیگر فایده نداره وای گفتن، زیرا که اونها جاشون خالی های. چرا جاش خالی های؟ در غایبی ما اونها میخیستن دست میبرداشتن گریه میکردن دعا میکردن. خدای نگهبانش باش، خدای همه ما از فیض فتوحات همون زنای پاکیم. دعای مادر بسیار رولی کلان در زندگی بازی میکنه برای حیات پاک صاحب شدن. همیشه ما و شما از مادر دعای نگیریم، مادر چیزی بزرگم، مادر بسیار مهربانه، دعاش عرش خدا را میجمونه، دعاش غضب خدا را میبیاره، دعاش رحمت خدا را میبیاره. برای همین خیلی چیزی مهمه. دومین چیزی که فرزند به وای میرسونه این چی بوده است؟ این دعای مادر بوده. سومین چیزی که فرزند به وای میرسونه پاک میکنه و کفاله زکریا. حضرت مریم کی گرفت و راهبریش مربیش کی بود؟ زکریا علیه السلام. نمیدونه وقتی که تربیتگری فرزندی تو نفری آسمانی پیغمبر باشه چه فرزندی برای کج میروه؟ چه فرزند برای کج میرفته وقتی آینی پیغمبر خودی بچه را کلون کنی؟
چرای کاش خدی می روا. مریم یکم قر اپارتوی کرد زکریا گریب کلونش کرد. مریم مقدس شد. زکریا ای پیغمبری از نش بود. کلونش کرد. خوشا به حال آدمی که فرزنداشون در پیش آدمای عثمانی میبرن. آدمای الهی میبرن. علمای ربانی میبرن. شما علمای ربانی تون مردمی شریف اسفرا در دهه 90 قاری عبدالسمد بود. علمای ربانی تون بود. حسرت میکنی دیگه وای نیست. نیست وای رفت. وای ستوم منطقه شما بود. کسی وای را دید در صحبتاشون شیش با میفهمه وای چه خیلی شخصیت بود. وای علمای ربانی بودن. علمای ربانی شوخی نیستن وای وارث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چهارمین چیزی که فرزند به وای میرسونه پاک میکنه فانبتها نباتا. فرزند باید حتما پیش دکتر برده نکرده. قرآن میگه مادر دعا مربیه دختر که فرزند و دختر دختری کودک فرزند زبانش میدونه و میدونه که کجای و کسله و میدونه کجای و کمبوتی داره. حتی فرزندو صنف یک رفتن بفهمیدن کور بودیم. 7 سال همون فرزند نفهمیده بوده که چشمش کور بوده. تو همین درجه نه پدرام ظلمان که ویر نمیبرن نشون دادن دختر بودن. حتی فرزندو صنف هشتم شدن و فهمیدیم که گویاک نداشتیم. مادر دادم گویاک اوشته که چلوق کجلا چلوق کجلا میونم در میکنه میونم در میکنه بعد در صنف نهمی میفهمن که وای مادر زاد گویاک نداشته. باید ما ظلم نکنیم در فرزند خود. وای با دختر داره وقتش. دختر وای بینه نوازش کنه تماشاش کنه. بینه امروز خدا نغز میدونه که حتی در بطن مادر باشه میبینن دلش. سرشا بدنش میبینن علم پیش رفت این استفاده بریم در فرزند فرزند رو خوشرو کلون کنیم انا این سبب وقتی ما صاحب فرزند های پاک میشیم. خدای دهی خاندان فیسه یا عزت یا مقام و مرتبه یا در دومانشون انیم خل فرزند های پاک تیا گذشته ها تانا رحمت کنه و توی تانا خدا مبارک کنه. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت.